سر نامردی نکرد و زد. بچه ها سلام، من برگشتم با یک ویدیوی دیگه. امروز اومدم همینجور که میبینید یه آرایش خیلی خوشگل بهتون یاد بدم و امروز من دارم میرم سر قرار، گفتم بشینم و فیلم بگیرم و از اون ویدیوهای تقریبا با من حاضر شویده. حالا سر قرار رفتن داستانش چیه؟ کلا خب آدم قبل ازدواج همش میره سر قرار دیگه، حالا با دوست پسرش یا نامزدش اینا، بعد هر دفعه میخواد بری خودتو میکشی، آرش میکنی، مثلا حاضر میشی فلان میشی اینا، ولی بعد از ازدواج دیگه چون آدم همش صبح تا شب، شب تا صبح با همه، به نظرم خیلی کمتر میشه اونجوری که مثلا آدم بره بیرون و بره اونجوری مثلا سر قرار، رو به انگلیسی بهش میگن مثلا بری دیت. خلاصه که امروز من و علی تصمیم گرفتیم بریم یکی از اون قرارایی که مثلا قبلا با هم میرفتیم و میرفتیم شام میخوردیم و خیلی حالت رمانتیک داشت، از این کارو بکنیم، یعنی از اون شامو بخوریم. تپش تپش وایست، تپش وایست دل دیوونه، دارم میرم سر قرار، ای دل نگیر بهونه، تپش تپش دین دین وایست تپش. من همین جوری که میخوام واسه شما آرایش کنم و بگم که حالا مثلا دارم چیکار میکنم و چجوری میخوام آرایش کنم، یه سری چیزای جدیدم میخوام امتحان کنم از چیزایی که جدیدن برام فرستادن، که طبق معمول بتونیم با یه تیر دو نشون بزنیم و هم این چیزا رو ببینیم، هم اینکه یه آرایش بکنیم. حالا خوبیش واسه من، شما این کارو نکنیم، ولی خوبیش واسه من اینه که چون دیگه علی هر جوری که شما فکرشو کنین تو زندگی منو دیده، حالا اگه مثلا هر کدوم از این محصولات هم خوب عذاب در نیمدن اتفاق خاصی نمیفته، ولی اگه شما دارین میرین سر قرار نکنین، چیز جدید امتحان نکنین، همون چیزایی که بهش مطمئنین استفاده کنین، بعد که دیگه به قول معروف خرتون از پل گذشت دیگه هر کاری میخواین بکنین. خلاصه آقا بریم سراغ اول پرایمر. اگه یادتون باشه چند وقت پیش برند بایت که تا اون موقع فقط محصولات لب داشت، همونی که رفتم یه دفعه روج درست کردیم و اینا، فقط چیزای لب داشت، بعد کرم پودر زد که فرستاد با پرایمر و پنکیک، که من میخوام اینا رو امتحان کنم و ببینیم که با هم چه جورین. دو نوع پرایمر دارن، یکیش واسه پوست نرمال تا خشکه، یکیش نرمال تا چربه. در نتیجه من چون پوستم نرمال تا چربه اینو استفاده میکنم. برند بایت هم کلن همه چیش طبیعیه. خب ببین پرایمره یه ذره مثلا پوستو به نظرم میاد که خشک و مات، نه که خشک به منظور بد نه ها، مثلا اون چربی پوستو گرفته و یه خورده پوستو مات کرده، ولی نمیدونم دست پوستم که میزنم مثلا روی پوستم وایستاده، یه جاهایش اینکه مثلا خاک میشه، میبینید یه ذره لوله لوله میشه، ولی حالا آدم یه پرایمر که میزنه که نمیخواد هی مثلا اینطوری اینطوری کنه. کرم پودرش فقط همین یه مدلو داره، 3 رنگم بود، حالا من ببینم کدوم رنگش به هم میخوره. این رنگ 55شه، میتونه خوب باشه. این 45، حس میکنم بعد این دوتا رو هم قاطی کنم، اون یکی هم که شماره 60 که دیگه مطمئنن تیره تره. در نتیجه من حالا از شماره 55 شروع میکنم، بعد اگر دیدم یه جایش تیره شد اون یکی رو مثلا بهش اضافه میکنم. خوب با بیوتی بلندر میریم که داشته باشیم. بعد هم این سنگشا، یه چیزی که راجع به پرایمر بگم اینه که خب اصولا دیگه الان که علم پیشرفت کرده و فلان و اینا، کسایی که میان پرایمر واسه پوست چرب میزنن یه کاری میکنن که پرایمر برای منافذم خوب باشه، یعنی مثلا منافذم یه جورایی بپوشونه، چون اصولا کسایی که پوستشون چربه منافذشون بزرگه دیگه، ولی این اون کارو، یعنی هیچ تغییری توی سایز منافذ من این به وجود نیاورد. اینم بهتون بگم که اگه خواستیم، چون خیلی براشون مهمه که حتما مثلا چیزایی که استفاده میکنن کاملا مثلا ارگانیک و طبیعی و اینا باشه، ولی خب نمیدونم هنوز انگار که نمیشه با چیزی که کامل ارگانیکه بهترین کیفیت رو از لوازم آرایش گرفت، هنوز انگار علم در اون حدم پیشرفت نکرده. ببین ولی کرم پودر رو صورت قشنگه ها، یعنی رنگش هم خوب بود، یعنی من همون رنگ 55 زدم دیگه، اون یکی قاطیش نکردم، ولی خوشگل وایستاده روی صورت، خیلی طبیعیه، خیلی خیس نیست، خیلی زیادی براق نیست، خیلی زیادی مات نیست، یعنی فینیشش کاملا روی پوست طبیعیه، که خب این خیلی چیز خوبیه. حالا من روش کانسیلرم میزنم، بعد با پنکیک خودش فیکسش میکنم. یه دونه بسته بود برند میورت فرستاده بود چند روز پیش، که بیشتر از فکر کنم یه هفته است، که یه دونه دوربین توش بود با 3 دیگه محصول بود که همشون توش رتینول داشت، نوشته بود 2 هفته اینا رو استفاده کنی مثلا خیلی پوست تغییر میکنه و فلان و اینا.
حالا بیشتر این مثلا واسه کسیه که خب چروک داره، نمیدونم مثلا مشکل مثلا اونجوری اساسی داره. بعد من اول گفتم اونو میدم به مامانم، بعد پشیمون شدم گفتم میدمش به علی. بعد دیگه قبلش ازش عکس گرفتم و دادم به علی، علی مثلا یکی دو روز که ازش استفاده کرد خودم هم چیز شدم، گفتم بذار منم بزنم حالا مثلا چی میشه اینا. بعد خب پوستو حساس میکنه دیگه، خود پوستوس میکنه اینا. الان اگه میبینین من دور چشم مخصوصا خیلی بیشتر چیزا، نمیدونم معلومه تو دوربین یا نه، اینجا ها میبینی یه ذره معلومه پوست پوست شده و اینا به خاطر اوناست. تو خودت چیزی دیدی علی؟ چی رو؟ تغییر دیدی از وقتی این چیزا رو میزنی؟ آره واقعا؟ آره جدی. خب پوست کمی شادابتر شده، قدیم خیلی خسته تر. ولی میسوزی ما؟ من که خیلی دور چشم میسوخت، دیشب نزدم. ولی تو سوزش شنگار برات قابل تحمله. چند ثانیه؟ حالا من اول دور چشم رو با پودر هدا بیوتی فیکس میکنم، بعد بقیه صورتم از پنکیک بایت میزنم. این پودر رنگش هست مدیوم یک. اینم با یه دونه براش میزنم. ببین جالبه با اینکه از این پودر من زیادم زدم، مثلا خب پوستو یه خورده مثلا ماتوی دست کرد، ولی اصلا اون حالت سنگین پودری و خشکی رو به پوستم اضافه نکرد. جالبه، خیلی سبکه رو پوست. فعلا الان از این ستایی که استفاده کردم، از پنکیکش و کرم پودرش فعلا تا اینجا خوش آمده. پرایمر رو نمیدونم، خیلی نگرفت منو. بریم سراغ این. یادتونه اینو چند روز پیش آنباکسینگ کردم، مارک کاورگرل که کرم پودر داره، لیپ اویل داره یعنی روغن لب، روژگونه یه مایه داره و اینا هم که هایلایتره. حالا من الان میخوام از این روژگونه هاش استفاده کنم که این رنگ شماره 330 که روشنترینشه، یه صورتیه که مثلا روشنترینشه. من الان روی صورتم پودر زدم، اگر یه چیز مایه یا حالا کرمی بتونه روی پودر هم خوب کار کنه خب خیلی چیز خوبیه. حالا امتحان میکنم، یعنی امتحان سخت دارم ازش میگیرم. اگه میخواستم امتحان آسون بگیرم، فقط همون موقعی که کرم پودر زده بودم هنوز صورتم خیلی خیس بود میزدمش رو کرم پودر. یه کوچولو زدم پشت دستم، چون اگه یادتون باشه موقع آنباکسینگ دیدیم که اینا خیلی رنگشون رنگه، یعنی شوخی نداره، نمیتونی زیاد بزنی. خب یه خورده با این بیوتی بلندر پشت دستم اینطوری میکنم، بعد میزنم روی سیب گونه. خب شما این کارو نکنین. اینجا رو میبینی پاک کرد این بند و بساط زیرشو، گند زده عبارتی. حالا ولی خب این میتونه واسه کسایی که مثلا همینجوری آرایشی نمی کنن، اصلا کرم پودر نمی زنن، مثلا میخوان یه ذره مثلا به لپشون یه چیزی بزنن که خیلی هم طبیعی باشه و اینا، میتونه خوب باشه. ولی اینم بدونی که براقه، مات نیست. چاره نیستی که بعد این ورم با اون ور سید کنیم. یه فرصت دیگه من به این میدم. حالا خوب شد که فهمیدیم که روی پودر و پنکیک و فلان و اینا خوب نیست. ولی یه فرصت دیگه بهش میدم، یه دفعه دیگه ازش استفاده میکنم روی فقط کرم پودر، ببینم چه جوری روی پوست خالی، ببینم چه جوری میشه. خب حالا این از این. ولی الان فقط برای اینکه یه خورده این گندی که زدیم رو جمعش کنیم، باز یه ذره دیگه از این پودره روش میزنم که یه دست بشه اونجاش که سوراخ شده. بعد روش چیز میزنم، میدونی چی میزنم؟ از این روژگونه جدیدا که کت فون دی فرستاد، ببخشید KVD دیگه، هی بعد عادت کنیم نگیم کت فون دی. خب من سعی کردم با پنکیک یه ذره این روژگونه رو بپوشونم، خیلی چون پنکیکش خیلی کاور نداره زیاد موفق نشدم، ولی خب بهتر از هیچیه. خب از این روژگونه های کت فون دی، این اسمش هست پیونی، یعنی گل 100 تومانی. 100 تومانی بهش میگن؟ آره علی، پیونی 100 تومانی گل چیز عروسی من بود فکر کنم، دست گل عروسی پیونی فکر کنم، 100 تومانی گل پیونی. حالا کاری نداریم، این رنگیه، رنگش نزدیکه به اون، یه صورتی خیلی کم رنگه، نزدیکه به اونی که زدم دیگه، هفت رنگ نشم. اینو میزنم، زیاد رنگ میده ها، به قیافش نگاه نکنین. من یه اینجوری زدم تو شد، تازه تکوندمش بازم رنگش زیاده. آره عزیزم، ببین یه چیزی اینجا درست نیست، فکر کنم روژگونه هست که
گن زد. یه دست نشد. هی من دارم با این که بهش پنکیک بود هی سعی میکنم مثلا روی این بزنم میخونم مثلا یه دست رو سافترش بکنم و. ولی میبینی محو نشده انگار. حالا اب نداره دیگه، داریم امتحان میکنیم. ولی این رژه گونه ها رو بدونی که خودش هم روش نوشته بود که خیلی پیگمنت، یعنی رنگدانه های خیلی زیادی، رنگدانه های خیلی زیاد و قوی دارن، در نتیجه مثلا اینجوری دوب دوب کم بزنی، اینجوری جوگیر نشین باشون یه لپتون خیلی قرمز میشه. خب این از این. قبل از اینکه برم سراغ سایه، اول این یه دونه لیپ بام از برند گلو رسپیه که یه چیز جالبی درست کردن. لیپ بامه، یعنی مرطوب کننده لبه، ولی توش دونه های فکر میکنم شکر داره که وقتی که میزنی لب و اسکراب، یعنی مثلا یه لایه برداری خفیفی هم میکنه، ولی بعد اینا رو لب حل میشه، یعنی اینجوری دوندون رو لب نمیمونه، یه رنگ خیلی کمی هم میده. من الان فقط میزنم برای اینکه لبم خشک نباشه، بعد آخر سر چیز میزنم، روج میزنم، بوی هندونه میده، خیلی خوشبوه. بریم سراغ سایه. برای سایه من یکی دو تا پلت آوردم، حالا ببینم مثلا بیشتر، ولی فکر کنم بیشتر از همین این استفاده کنم. این پلت فنتی شماره 4ه که توش رنگ مثلا صورتی این مدلیا داره، به خاطر اینکه بیشتر میخوام مثلا سایه‌م تم صورتی گلبهی مثلا بامزه، حالت رمانتیک داشته باشه. در نتیجه اول از این رنگه که این بالای صورتی خیلی کم رنگه، از این میزنم توی کریس چشم. ولی کلن یک چیزی رو از من به عنوان نصیحت بپذیرید، اگر هنوز در دوران دوستی هستین و فلان و اینا، سر قرار که میرین خب قطعا آدم حاضر میشه، مثلا به خودش میرسه، حالا اگه آرایش دوست دارین آرایش میکنین، ولی یه جوری آرایش نکنین که فکر کنن که خودتونو کشتین، یعنی میدونین، یعنی حتی اگرم خودتونو کشتین واقعا یه جوری نباشه که به نظر بیاد، خیلی زیرپوستی عمل کنین، خیلی مهمه. یعنی هم مثلا براتون مهم بوده همین که، ولی اونقدر مهم نبوده که دیگه بخوام مثلا 7 ساعت بشین جلو آینه. خب یه ذره من شما رو زومتر کنم که قشنگ ببینید دارم چیکار میکنم. الان تا این لحظه من فقط از همین این رنگ صورتی کم رنگ هی اضافه کردم و هی مثلا زدم. خب حالا الان با یه دونه برس زاویه دار از این صورتی وسطیه که خورده همچی رنگ دارتر و چیز داره برمیدارم، اینو اینجوری میزنم توی زاویه گوشه چشمم. خب بعد اینطوری میارمش تو، مثل یه هلال برعکس، یعنی هلاله مثل همیشه اینوری نیست، اینوری انگار. خب فعلا ها، ولی اینو بعد چیزش کنیم، محوش کنیم مثلا وی. خب حالا که دیگه تقریبا اینا رو مثلا جای سایه رو گذاشتم، یه کوچولو همینجا که هست این خطاشو رو به تو بلند میکنم یه ذره، ولی خیلی نمیارمش تو، به خاطر اینکه میخوام این قسمت صورتی متمرکز باشه بیرون چشم. خب حالا یه کوچولو از این رنگ قهوه‌ایه یه ذره فقط میزنم زیر چشمم، که زیر چشمم چی میگن خالی و مثلا لخت نباشه ولی کم. خب حالا بین الان این سایه صورتیش بامزه است، ولی یه ذره دیگه زیادی صورتیه، صورتیش خیلی چی میگن سرد و نپخته است انگار. برای همین حالا چیزی که اینجا دم دست منه یه دونه دیگه، یه رنگ دیگه از همون رژه گونه های کتواندیه. خب حالا شما از سایه یا هر چیز دیگه میتونید استفاده کنین، اینو فقط من الان چون جلو چشم بود دیدم. یه خورده میبینی رنگش به رنگ پوست نزدیکتر، یه خورده گرمتره، واسه همین اینو یه ذره به این سایم اضافه میکنم که فقط یه خورده رنگشو متعادل کنه، نه اینکه بخوام مثلا کار دیگه بکنم، مثلا این قسمت هایی که بلند میشه توی داخل. گفتیم میخواییم سایه صورتی و بامزه باشه، ولی دیگه نه در این حد. که مثلا یه خورده سایه رو آروم کرد.
حالا واسه یه چیزی که یه ذره شاین بده به پلک، از این سایه های برند سیاته میخوام استفاده کنم. اینا خیلی خوشگلن، رنگ های مختلف هم داره. این یکیش یه رنگیه که همینجوری که بهش نگاه میکنی مثلا حالت گلبهی نارنجی طوری داره، ولی تو نور توی مثلا یه زاویه دیگه به صورتی هم میزنه، در نتیجه کاملا میخوره به این چیزی که من الان میخوام. با انگشت نمیزنم، فقط واسه دوراش که یه خورده مثلا محفتر باشه اونجوری خط نندازه از براش استفاده میکنم. ولی اگه ناخوناتون کوتاهه میتونین کلش رو با چیز بزنین، با همون انگشت بزنین، اصلا براش هم نمیخواد. من چون ناخونم بلنده بعضی جاهاش گیر میکنه، نمیشه اونجوری که میخوام. خب ببین این فعلا تا اینجاش خوبه، فقط واسه گوشه های داخلی از یه رنگ دیگه که از اون خیلی روشن‌تره. ببینید بگیرم عقب کلاشم ببینید، از این استفاده میکنم. اینم باز مثلا یه کرمیه که باز توی نور، نمیدونم حالا چقدر مشخصه، ولی باز توی نور به صورتی میزنه. چه خوشگل شد، خدا سایه خیلی بامزه است. خب احساس میکنم ولی یه چیزی کم داره، مثلا این گوشه هاش احساس میکنم یه خورده یه چیز تیره کم داره. ببینید چیکار میکنم، یه ذره از همین قهوه‌ایه که زدم زیر چشم یه کوچولو اضافه میکنم به این گوشه چشمم، که اینجا رو هم یه خورده کشیده تر مثلا به نظر بیاره. میدونی دیگه یه حالی بده بهش. خب الان واسه خط چشم، چون اینو نمیشه همینجوری ولش کنی به خاطر زاویه‌ای که سایه داره، بهتره که خط چشم بکشی. یعنی مثلا اگه سایه این دورش خورده گردتر بود، خورده محفتر بود، اینجاهاش خورده کمرنگتر بود، میشد فقط یه ریمل بزنی و بری. ولی حالا که دیگه این مدل رو بهش دادم باید خط چشم بکشم. ولی خب ممکنه یه خورده زیادی هم باشه ها واسه این، یعنی قطعا که این آرایش کلا یه خورده زیادی هست واسه یه سر قرارای معمولی. ولی حالا میگم چون من و علی دیگه همه جوره همو مثلا علی میدونه داستان من چیه، واسه ویدیو میخوام یه خورده هیجان انگیزتر باشه. خب واسه همین از خط چشم استفاده میکنم، خط چشم ولی قهوه‌ای، یعنی مشکی نه، به خاطر اینکه میخوام یه خورده همچین اون حالت آروم بودن و صاف چی میگن همون جنگل بودنشو حفظ کنه. خط چشم مارک هاوس لابز خب طبق معمول که دیگه به اینجا یارش میرسه من برم ابرومو درست کنم دیگه، تا دارم میرم ریملم هم بزنم برگردم با بقیه داستان. خب آقا این از ابرو و ریمل، البته من خور جوگیر شدم همونجوری که ریمل زدم، احساس کردم که این آرایش با یکم موجم خوب میشه، واسه همین یکم یه دونه فقط موجه بود که مال یه چشم بود، اونو تیک تیکش کردم بعد توی دوتا چشمم استفاده کردم. یعنی موجه دونه ای نیست ولی من به دونه ای تبدیلش کردم که خوره چشم مثلا با مزه تر و کشیده تر نشون بده. ولی خب از موجه اینجوری ردیفی که بخوای همینجوری بذاری طبیعی تره. خب معمولا پسره اصلا باور کن نمیفهمن اگه نگی بهشون یه سری چیزا رو. مثلا این حالا خب یه خوره بلنده ولی یه خوره کوتاه‌ترم بود اصلا مشخص هم نمیشد. حالا الان برای هایلایتر از همین سایحه که کرم بود زدم اینجا، فقط واسه این که مثلا یه هارمونی ایجاد کنه، همین بزنم روی گونم ببینم چی میشه. شما این کار نکنین، اگه این سایه رو خریدین به جای هایلایتر ازش استفاده نکنین، به خاطر اینکه تیکه هاش بزرگ بزرگه، یه دست رو پوست نمیخوابه. میبینی؟ در نتیجه من الان اینو با بیوتی بلندر یه خورده باش خشن‌تر برخورد کنی تا درست رفتار کنه. خب حالا برای لب، من همینجوری که داشتم ابرام درست میکردم و موجه هم و فلان و اینا رو هی داشتم نگاه میکردم و احساس میکردم که همین این یه ذره تینت و یه ذره رنگی که این چیزا به لبم داده انگار که کاملا خوب و میاد به این آرایش. یعنی من الان فقط اگه یه خط لب یه کوچولو اضافه کنم این آرایش تکمیله، دیگه نگران رفتن روژم و فلان و اینام نیستم. ولی چون که حالا ما میخوایم چیزایی هم که فرستادن امتحان کنیم و اینا، من اینو پاک میکنم و میخوام از این روژای جدید کتماندی استفاده کنم که کرمی هن، یعنی خشک نمیشن روی لب.
خیلی پیگمنت زیادی دارن، یعنی خوب رنگ میدن ولی براق باقی میمونن. براقشون هم براقیت چی؟ براقی خیسته، یعنی اکلیلی نیست. خب حالا اول یه ذره از این رنگه بزنم، فکر کنم بعد یکی دوتا رنگ رو با هم قاطی کنم، چون هیچ کدومش این که خوره پر رنگه، مثلا صورتی هم اگه میخواستم بزنم این یه خوره دیگه زیادی چیزه، فکر کنم این دوتا رو باید قاطی کنم. خب این از این رنگ. حالا واسه اینکه یه خورده بهش تون صورتی بدم، از این میتونم خورده وسطش بزنم. این ویدیو چیزی ها رو دیدین؟ فکر کنم کره‌ایه. رژ قرمز میزنم وسط لبش رو اینجوری میکنم. بد شد که دختر. اینجوری بهتره. دستمال گذاشتم روش، یه خورده با خط لب درشو درست کردم، انگار رنگا که مثلا دو رنگ روژه با هم ادغام شد، خوب شد. خلاصه آقا این بود از آرایش امروز، این بود از ویدیوی امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و استفاده کرده باشین و من شما رو توی ویدیوی بعدی میبینم. خدافظ.